آماده شد آقای کارگردان، من همیشه منتظر این لحظه بودم. خره اصل نژاد، فریبرز چسخل، اختاپوس فوشکش و احسان چه فشار خو در آریوشن. وای وای وای، من باز اومدم تو این خراب شده. به به، احسان فشاری، چی شد سری به ما زدی؟ ببین نزدیک من نمیای، تازه داره زخمش خوب میشه، من از گوه بخورم بیام تو این خراب شده. احسان، دست خالی که اومدی، حالا فوشم میدی؟ من نمیخوام اینجا باشم آقا، بس خستم کردین، من نمیخوام شما دوستای من باشین، ول کنین دیگه. بیا حالا یه چایی بزنیم، کدورت ها رو بذاریم کنار. ببین من با شما رفاقت دارم درست، الانم به خاطر همکاری نیومدم اینجا، نمیدونم چی شد یهو اینجا اسپاند شدم، پس شما هم دیگه فوش و کار داشتن به دم و دستگاه من و اینا رو بذارین کنار دیگه. الان میدونین دیگه صفحه من الان میلیونی شده، درست نیست. فوش آریوشن و فوش، دم و دستگاه تو اصلا آریوشن و تامنیل جنسی چی؟ احسان درسته، ما رفیقیم، رفاقتمون هم سر جاشه، با هم میریم زیر پتو، ولی دیگه تهمت به ما نزن. آها، یعنی شما فوش اصلا نمیدید؟ اصلا چه کاریه، بیا همین الان از بچه ها بپرسیم. بچه ها، امترین و بهترین پیجی که میشه گذاشت جلوی خانواده با صدای بلند نگاه کرد، ما هستیم یا نه؟ تو کامنت ها بگید. این دوباره اینجا چی میخواد؟ هی خره، تو قیافت همینجوریش کیری هست، دیگه چرا قیافت کج و کله میکنی؟ اصلاً فوش نمیدید. فوش نداد که، گفت قیافت کیویه. جنبل پسرم، یه چای دبش بردار بیار احسان داداش اینجا گلوش تازه بشه. بابایی، آقا جون بهم گفتیش که دوتا چای دبش براشون بریزم. آقای کارگردان گفت چای معمولی نباشه، چای دبش. سر سو، هیچی مثل این چای دبش منو سر حال نمی کنه. دفعه بعدی نباتشو بیشتر میکنم. پس آقای کارگردان از اون قره قروطی ها میخواد. خب ما الان قره قروط نداریم که. قره قروط میخوای بابایی؟ بابا اونا رو آقا جون میده من نگه دارم. آخی میدونی وقتی پلیس ها میان آقا جون رو میگردن دیگه نمیان سر وقتی من، بعد آقا جون اونا رو میدی به من. آفرین پسرم، دستت درد نکنه. خب من نمیدونم الان اندازش چقدر باب بریزم، خب نصفش رو میریزم این ور، نصفش رو میریزم اون. آره خلاصه احسان جون، زندگی خیلی سخت شده، ویو ها اومده پایین، مردم کم لایک میکنن. ای بابا، پسرم آوردی چایو، دستت درد نکنه. چرا این اینقدر رنگش سیاهه؟ مگه چایی هم سیاه میشه؟ این والا چای کله مورچه‌ایه، ولی فکر کنم دیگه تا ناموس مورچه رو ریختن تو این چای. مطمئن این چایه؟ آره چای دیگه، الان همینو تو کافه بهت میدادن 200 تومن، با کله میخریدی میخوردی، بخور دیگه. دوستان آیا شما هم از زیگیل تناسلی رنج آره ها؟ من به شما کرم اکبر قصاب و آی پیشنهاد میکنم، رفع تیرگی همه جای بدن با استاد احسان، نصب آسان درب منزل. گل منو اذیت نکنید، چشاشو تر نکنید، بعد من دیگه دیسی سانتش نیاد، چشاشو خوش نکنید، نفس هم رو قد نکنید، بارون رو خبر نکنید، بعد من اگه دلش تنگ میشه زیاد
منو صدا بزنی. شما دوست عزیز با بت اصغر میتونی روزانه 17 میلیارد تومان پول ببری. تو هم از درآمد دلاری خسته شدی و میخوای به ریال پول در بیاری؟ من بهت پیشنهاد میکنم که تخم مرغ های اصغر تخم ساز رو بخری. آخش دنیا چقدر قشنگه خدا. احسان حالت خوبه؟ خد یه هایی خوابت برد جون. ببین من هیچ وقت مثل الانم نبودم. الان یعنی من هرچی بگم تو قبول میکنی؟ آره تو ازم جون بخواه عشقم. آهای کارگردان من اون چیزی که میخوامو بهش بگم تو رو خدا. نه فریبور سب کن بذار اول پول در بیاریم بعد. عجله نکن. مسعود بودو دوربین آماده کن. احسان آماده است واسه فیلم برداری. خب من الان چیکار بکنم؟ والا احسان جان قبلن هم بهت گفتم ویوها یکم اومده پایین. ما هم دیدیم همه دارن فشار میخورن ویو میگیرن، گفتیم تو رو بیاریم اینجا یکم فشار بخوری ویوی ما هم بریم بالا. فشار؟ آره بابا چیزی نیست که، بدید میخورم. خب دوربین آماده است؟ اوکی احسان نگاه کن این ساعته رو من تو دیجیکالا دیدم 800 میلیون تومنه. 800 میلیون تومن؟ خوبه که، خیلی خوبه. احسان یعنی چی خیلی خوبه؟ الان پیج خودت هم بود همین جوری میگفتی. نه خیلی یه جوری میگفتی موها تک تک میریخ. بابا خب فشار چرا بخوریم؟ هر کی دوست داشته باشه میخره، هر کی هم دوست نداشته باشه خب نمیخره. این چرا اینجوری شده؟ احسان اینو دیگه ببینی 100% فشار میخوری. ببین یارو پرایده 78 و زده معاوضه با بنز. خب دوست داره دیگه. یعنی چه؟ بچه چی دادید به این خود؟ تو اون چای کوفتی چی بود؟ این زبون بسته چرا اینجوری شده؟ آقای کارگردان از همون ها که خودت سر صبح میخوری دیگه، یه کوچولو قره خروج انداختم توش. بابا خب این اینجوری دیگه فشار نمیخوره که. من خیلی سرم برداشتم این آوردم اینجا یه کانتنت فشاری با هم پر کنیم. عد برداشتید و کوفت زهر ماری رو دادید این کوفت کرد. خواهی دیگه فشار نمیخوره. آقای کارگردان میگم ولی رو شما اصلا تاثیر نداشته، قشنگ داری فشار میخوری. بابا خفشو من دارم هر روز اونو مصرف میکنم، معلومه رو من تاثیر نداره. این بدبخت اولین بارشه. خب آقای کارگردان مشکلی نداریم که، میتونیم یه محتوای دیگه تولید کنیم بعد ویوی بیشتر ترم بگیریم. چه محتوایی؟ خیلی خوب آقای کارگردان، شما فقط چند دقیقه اون کنار بشینید تا من ستلمنت رو بچینم که آماده باشیم برای فیلم برداری. خب من چند دقیقه اینجا بشینم ستلمنت تو آماده بشه؟ آماده شد آقای کارگردان، من همیشه منتظر این لحظه بودم. اینا رو الان چجوری تنه من کردی؟ خب من الان باید چیکار بکنم؟ هیچی سانسو اصلا کار نداره که. تو میری در لباسشویی رو باز میکنی، میری توش گیر میکنی، بعد داد میزنی که کمک، بعد من میام بهت کمک میکنم. چی؟ نه احمق بیشون، این دوست ما، چرا میخوای آبروی ما رو ببری آخه؟ آقای کارگردان نگران نباش بابا، تو یوتیوب نمیذاریم که، توی سایت مخصوصی شابلود میکنیم. خب پس اوکیه بابا، این بعدن که حالش خوب شد پولشو نصف نصف میکنیم با هم کنار میایم بابا. خیلی خوب رفقا، اول وارد این سایته میشید، ببخشید سرچ های من نگاه نکنید، مینویسید که احسان اسپیس میرزاد، بعد اینتر رو میزنید، ویدیو براتون میاد بالا. حالا میزنید و ویدیو رو نگاه میکنید. حالا تازه گذاشتیمش، یه 800 تا ویو بیشتر نگرفته. آره قربون شما، حمایت کنید. میگن آبلیمو که بخوری میپرونه. احسان جان بیا
بیا بریم یه چی بخرم، تو بخور حالت بیاد سر جاش. ای جون بریم. داداش یه آب لیمو به ما میدی؟ بیا داداش اونم بقیهش. میگم پنجا دادی، پنجام به پس داده. خب بیا بریم دیگه. بیا دیگه، 50 تومن خب دیگه چیزی نیستش که. بیا بریم بابا، نگران نباش. آقا ببخشید، من 100 تومن داده بودم به شما، شما چرا 50 پس دادی؟ 25 هم باید بذاری روش. دیوز برگرد، عوضی من داشتم باهات شوخی میکردم آخه. حاجی این بهت 50 تومن پول داده بود، بعد تو بهش یه آب لیمو دادی، 25 هم سرش دادی؟ بدبخت شدم. خب تو باید همین الان این اثر تریاک از سرت بپره. ها؟ این اون کوفته زهرمانی چی بوده دادیم به من؟ به خدا من ندادم، بچه ها خودشون دادن، من میخواستم تو فقط فشاری باشی. یعنی چی؟ تو مگه به من نگفتی ما دوستیم؟ بایستا ببینم. خدا وکیلی ساعت رو پس میدم. کدوم ساعت؟ میگم میخوای این ساعت 800 میلیونی رو برات بخرم؟ 800 میلیون ساعت میخوام جو... چرا چرا میخوام؟ بخر دستت درد نکنه، میخرم بعدم میفروشم. من 800 میلیون پولم کجا بود؟ اصلا ماشینتو فروختی بابا. ماشینمو واسه چی فروختم؟ احسان کوبونده بودیش تو دیوار، ریده بودی تو ماشین، خیلی هم خوب تازه فروختیش، میخواستی چیکار کنی؟ من 100 سال سیا نمیخوام ماشینمو بفروشم که ساعت بخرم واسه تو. تو کوفت و زهرمار به بول چیست؟ درش بیار، درش بیار. پس اگه احسان قره قروت بخوره، من هر چی که بگم و قبول میکنه، اجرا میکنه.